رهبران جهان میخواهند جنگ سوریه را از گسترش بیشتر محدود نمایند، بخصوص که بحران انسانی و سرازیر شدن افراد به کشورهای همسایه اروپایی مطرح است. آنها این موضوع را در دو جلسه پناهجویان مورد بحث قرار خواهند داد. امروز دوشنبه بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل میزبان اولین نشست خواهد بود. کشورهای بیشتر باید مهاجرین را که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده اند بپذیرند و برایشان امتیاز قائل شوند، و هر کس در هر جایی که هستند باید در برابر خصومت که پناهجویان، مهاجرین و جامعه اقلیت با آن مواجه هستند ایستادگی نمایند. رئیس جمهور اوباما میزبان اجلاس دومی برای سه‌شنبه خواهد بود. ما انتظار داریم که این اجلاس نتایج مهم تازه، تعهدات دوامدار برای حمایت از تقاضای کمک‌های بشری سازمان ملل و برنامه‌های گسترده جابجایی پناهجویان و یا هم اجازه قانونی مهاجرت را در بر داشته باشد. اما شک و تردید در مورد این که این اجلاس بتواند در وضعیت 5 میلیون مهاجر سوری تغییری رونما نماید که کشورشان را ترک کردند. یگانه راه حل برای بحران سوریه راه حل سیاسی است. مطمئن هستم که در این مورد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می شود، اما ولادیمیر پوتین به نیویورک نیامد و اگر وی نباشد صحبت جدی در مورد وضعیت سوریه صورت نخواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه یک جلسه به سطح عالی را برگزار خواهد کرد و توجه را در مورد سوریه معطوف خواهند داشت، اما انتظارات از نتایج آن کم است. واقعیت این است که تصامیم در مورد سوریه در واشنگتن، مسکو و ایران گرفته می شود، نه در شورای امنیت سازمان ملل متحد. در طول هفته رهبران جهان در مجمع عمومی سخنرانی خواهند نمود، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ، انگلا مرکل رهبران هستند که شرکت نمی کنند. این سخنرانی نهایی رئیس جمهور اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در نشست بین‌المللی خواهد بود. سخنرانی وی بیشتر دستاوردهای وی را در بر خواهد داشت. بان کی مون برای آخرین بار به حیث منشی مجمع عمومی سازمان ملل میزبان نشست خواهد بود. دوره کاری 10 ساله وی 31 دسامبر امسال تمام می شود. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.